مهاجران قرقیز را در غلامی نگاه می داشتند. کارمند میلیسای تاجیک از جوابگری جنایی خلاص شد. در روسیه باز یک شهروند تاجیکستان دستگیر کرده شد. در شهر ریزانی فدراسیون روسیه صاحب سیخ دوزندگی همچون غلام 13 نفر مهاجران مهنتی از قرقیزستان بوده را نگاه داشته استثمار میکرد. خبر میدهد رگنوم. در نتیجه شکایت های زیاده از طرف مهاجران مهنتی کرده شده که ماموریت شرکت فورال از کارمندان خارجی خود شناسنامه هایشان را ستانیده مزد مهنتشان را پرداخت نمی کردند. کارمندان حفظی حقوق در شرکت مذکور تفتیشات گذراندند. در هفته تفتیشات عیان گردید که مهاجران مهنتی از قرقیزستان بوده به طور مجبوری با مصادره شناسنامه ها همچون غلام نگاه داشته می شدند. وقتی کاری زیاده از 12 ساعت طول میکشد، قرقیزستانی ها تا 20 ساعت بر دوام کار میکردند. با غذای رایگان تأمین نمیکردند. برای تنفس نصفی روزی همگی 40 دقیقه جدا مینمودند. کسانی که در این مدت خوراکش را تیار کرده خورده نتواند 5000 روبل روسی جریمه بسته میشد. خدمت رسانی های طبی نیز در سطح لازمه قرار نداشت و مزد مهنت در روزهای تعیین شده پرداخت نمیشد. قید نمودن در وزارت کارهای داخلی. اینچنین کارمندان حفظی حقوق قید نمودند که اکثریت مهاجران مهنتی میخواستند از سبب شرایط وزنین، حقیری و دشنام شرطنامه مزدور را با شرکت قطع نمایند، ولی ماموریت شرکت از کارمندان خود شناسنامه هایشان را ستانیده همچون غلام مجبورا نگاه داشته با بهانه های گوناگون مزد مهنتشان را پرداخت نمی کردند. کارکنان سیخ حتی به داروخانه برای خرید داروهایی رفته نمی توانستند زیرا با خود سندهای لازمه نداشتند. شرح دادن در خدمات. ملدب ترگان، هیچ کمیشن یه شکل چهارگان میس، پاسپورت را نال کوگان، مدیسین اجردم گرفت. کارمندان میلیسای تاجیک به مقام دخل ناپذیری صاحب می باشند. حتی برای کشتار نیز به جوابگری جنایی کشیده نمی شوند. ابراز عقیده نمودند ساکنان شهر کولاب. ماه فوریه سال جاری کاپیتان میلیسای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولاب سعیدمومین اسلاموف کودکی 15 ساله فیردوس حلیموف را با نقلیاتش زده به هلاکت رساند، ولی عیبدار شونده را دستگیر نکردند. اکنون باشد خیشوتبارانی هلاک شده در خوف هستند که جوابگری حالت مذکورا به خودی هلاک شده بار میکنند. اطلاع میدهد آزیا پلوس. فاجعه مذکور شب 13 فوریه در نزد ترمینال کولاب واسه به وقوع پیوست. مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولاب کاپیتان میلیسا سعیدمومین اسلاموف با نقلیات خود شهروند فیردوس حلیموف 15 ساله‌ای طلبه مکتب رقم 6 شهر کولاب را زده به هلاکت رساند. در پروکراتورای شهر گفتند که پرونده مذکور در حال مخفی گردانیده شد. از آن وقت یک ماه سپری گشت و طبق اطلاع پروکراتورا تفتیشات ادامه دارد. عین زمان تفتیشات ادامه دارد و چند مدت پس خلاصه آخرین برآورده می شود. اطلاع داد منبع در پروکراتورای شهر کولاب. به گفته او تفتیشات را تحلیل گیستولوژی جسد مرحوم معین می کند. تحلیل مذکور به مؤنخ کرده می دهد که احتمالاً جوان به یگان کسلی به مانند کسلی روحی دوچار شده بود یا نه. احتمال است که کسلی مذکور در راه اوج گرفت و جوان به زمین افتید و نقلیات او را زد. تحلیل مذکور اثبات خواهد کرد که آیا نقلیات او را زده است یا اینکه جوان با مرگ خود در آنجا فوتیده است، میگویند در پروکراتورا. ولی به گفته های والدین پسر بچه صحت بود و طرز زندگی سالم میبرد. وقتهای خالی همانند دیگر پسر بچه های تاجیکستان در بازار سبزوات میفروخت و به والدین کمک میکرد و با ورزش مشغول بود. یعنی والدین پسر بچه کسلی بودن او را انکار میکنند. دوستان و نزدیکان مرحوم فیردوس میگویند که چند روز پس از حادثه نقلیاتی سعیدمومین اسلاموف به جای زیست مرحوم آمده بود و والدین او را از دست کشیدن نوشتن شکایت باور کنند. در بیانات بنویسید که شما از کاپیتان میلیسا سعیدمومین اسلاموف شکایت ندارید، گفت او. با طلب اصرارانه کاپیتان میلیسا والدین مجبور شدند در بیانات بنویسند که از او شکایت ندارند. میگویند نزدیکان مرحوم инчунин хешутаборони оилаи Ҳалимовҳо қайд менамоянд ки ба назди волидайни марҳум Фирдавс модари капитан Саидмӯъмин Исломов низ омада буд. бахшидани писарашро ва аз навиштани шикоят даст кашиданашонро хоҳиш намуд. ба озмоиши гистологӣ ки тафтишот бурда истодааст оем, ба гуфтаҳои наздикони Фирдавс писарбача сиҳат буд. ӯ писари чолок буд. пас аз мактаб дар бозори саховати шаҳри Кӯлоб картошка мефурӯхт ва ҳар рӯз 15 сомонӣ кор карда ба волидайни худ барои оилаи камбизоаташ кӯмак мекард. бо варзиш машғул буд. дар вақтҳои холӣ футбол бозӣ мекард. аз саломатиаш шикоят намекард. мегӯянд онҳо ва хавф аз он доранд ки акнун ӯро касалӣ буд ва гӯё худ ба таги чархи нақлиёт афтидааст хулоса мебароранд. хадамотҳои махсуси Русия таъқибкунии шаҳрвандони Осиёи Марказиро пайваста бо боздодкунии онҳо ба ватанашон идома доранд. рӯзҳои гузашта дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шаҳрванди 34-солаи Тоҷикистон дастгир карда шуд, ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бо айби экстремизм дар кофтуков эълон шудааст. дар ин хусус санаи 15 март муҳофизаи фаврӣ иттилоъ додааст. ҷавонмардро дар хиёбони Рижский дастгир намуданд. ӯро ба шӯъбаи полиси рақами 77-и вазорати корҳои дохилии Русия дар ноҳияи Адмиралтейскии шаҳри Санкт-Петербург бурда расониданд. зодаи шаҳри Исфараи вилояти Суғд дар ватанаш бо фаъолият намудан дар ташкилоти экстремистӣ, яъне қисми 2-и моддаи 307-3 Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста, аз санаи 18 майи соли 2017 дар ҷустуҷӯи байналхалқӣ қарор дошт. аз ин миқдор 9 нафар аз ҳамин 34 баргаштагон 9 нафар дар самти терроризм экстремизм. ҳамчун андозаи маҳдудкунии ӯро ба ҳабс гирифтанд. ёдрас бояд кард, ки 5-7 соли охир шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз тарафи режими бедодгарӣ раҳмон бо айбҳои бофташуда бо парвандаҳои терроризм ва экстремизми Кодекси ҷиноӣ дар ҷустуҷӯи байналхалқӣ эълон шуда истодаанд, афзудааст. асосан қурбониҳои бофтагарии мазкур шаҳрвандони ба режим маъқул набуда, фаъолони сиёсиву динӣ, инчунин мусулмонони ба дини худ амалкунанда мебошанд. با اون باید مورد جزا در نموده معلوم شدن حدود 6 سال